به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، به کانال راوی شب خوش اومدین. در شب 79 قصه های 1001 شب ادامه ی حکایت عاشقانه و هیجان انگیز قانم و فتان را تعریف میکنم. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت ببرید. همونطور که در شب قبل گفتم، ملکه خونخوار دربار بین النهرین دستور داد یکی از کنیزان فتان رو خفه کردند و به جای او در تابوت خواباندند. ملکه در حالی که به ظاهر اشک می‌ریخت، در مراسم تدفین دخترک کنیز که به جای فتان جا زده بودند ایستاده بود. که ناگهان وزیر اعظم از راه رسید و خبر کشته شدن دایی فتان را به ملکه داد. ملکه متظاهر با شنیدن این خبر خود را به غش زد و بعد با صدایی گرفته طوری که همه بشنوند نالید: خدایا این چه بلایی بود بر سر این دختر بیچاره و داییش آمد؟ آخر من فردا که سلطان بازگردد جوابش را چه بدهم؟ ادامه داستان را از زبان شهرزاد قصه گو می شنویم. و اما ای سلطان خردمند، دیشب قصه به آنجا رسید که عرض کردم وزیر اعظم با عجله به نزد ملکه آمد و خبر کشته شدن دایی فتان را به او داد. چون وزیر اعظم از اطرافیان شنید که فتان را دیشب مار نیش زده و در آنجا دفنش کرده اند، زانوهایش خم شد و روی زمین نشست و نالید. وزیر لب گفت: بیچاره شدم، فردا سلطان گردن مرا خواهد زد. اجازه دهید دو ماهی به عقب برگردیم و از ملکه افسونگر و جنایتکار دربار بین النهرین حرف بزنیم. آن ملکه جنایتکار زنی خرافاتی و دهنبین بود و شب و روزش پای صحبت رمالان و فالگیران سپری می شد. تا اینکه در سراسر بغداد پیچید که پیری وارسته از سرزمین هند آمده که از ناصیه افراد آیندهشان را می‌بیند و هرگز تا به حال برای پیشگویی‌های خود پول سیاهی از کسی نگرفته. این خبر به گوش ملکه دربار رسید. وی به اطرافیان خود گفت: این پیر را هر طور شده به نزد من بیاورید. اما برای ملکه خبر آوردند که پیر غیب گو گفته: من هرگز پایم را به دربارهایی که خشتش از طلا و نقره است نمی گذارم. هر کس می خواهد مرا ببیند باید به غاری که بیرون بغداد در آن اقامت گزیده ام بیاید. و در ثانی من هرگز به پیشانی زن نامحرم و غریبه نگاه نمی کنم. به ملکه بگویید از دیدن من و از این فکر بگذرد. ملکه نیامدن پیر غیب گو را پذیرفت، اما نرفتن نزد او را قبول نکرد و روزی از روزها پیر غیب گو بر دهانه آن غار نشسته و دو چشم بر دور دست ها دوخته بود که دید عده‌ای سوار به سوی او می آیند. هنوز سواران نزدیک نشده بودند که پیر فریاد برآورد: به ملکه بگویید من نگاه به چهره و صورت زن نمی اندازم. ملکه از کجاوهش سر بیرون آورد و گفت: ای پیر وارسته، امر سلطان است. پیر پاسخ داد: من به فرمان خدا عمل می کنم، با امر سلطان کاری ندارم، لطفاً اصرار نکنید و برگردید. که ملکه با آن جاه و مقامش بنای التماس و گریه را گذاشت و اطرافیان ملکه نیز بر خواهش و اصرار خیش به پیر افزودند. بالاخره پیر گفت: اینقدر به من التماس و عجز نکنید که فقط در پیشگاه خدا باید تضرع کرد. بسیار خوب، به خاتون بگویید بیاید. چون ملکه روبروی پیر رسید، پیر گفت: دو دست بر چهره و چشم و ابروان خود بگذار و فقط پیشانی خودت را به من بنما. ملکه همان کار را کرد. پیر نظری دقیق به مدت حدود 2 دقیقه بر پیشانی ملکه انداخت و گفت: کافی است، روی خود را از من برگردان و حرف‌های مرا هر چند که تلخ است
به خاطر بسپار. شما تا دو وقت دیگر که به احتمال زیاد دو ماه خواهد بود بیشتر ملکه دربار بین النهرین نخواهید بود. ملکه جانشین شما به ظاهر امیرزادهی زیباروست، با چشمانی آبی روشن و خرمن مویی کمرنگ که از مشرق دریاچهی بزرگ در شمال پارس بر اساس تعهد و قراردادی به اجبار به سوی بغداد حرکت می کند. و آمدن او باعث می شود تا شما کافیست، بس است، بلند شوید بروید. در اینجا بود که پیر وارسته دیگر به حرفهایش ادامه نداد و ملکه به اجبار به قصر بازگشت. خلاصه حدود دو ماهی از آن ماجرا گذشت و ملکه وقتی خود را در انجام نقشه هایش موفق دید و دخترک خدمتکار را جای فتانه گم شده زیر خاک کرد، بعد از آن گریه و زاری های دروغین بر سر گور ساختگی به قصر خود برگشت و وزیر اعظم را احضار نمود و به او گفت اول بگو که حضرت سلطان کی وارد بغداد می شود. وزیر باهوش اما ترسو تعظیمی کرد و گفت بانو جان، طبق آخرین خبری که پیک های تیز رو ساعتی قبل برایم آوردند، موکه به حضرت سلطان پس فردا بعد از ظهر وارد بغداد می شود. ملکه صحبت وزیر را قطع کرد و گفت بسیار خوب، ترتیب یک استقبال رسمی را بدهید. از پای پله های تالار تا میدان بزرگ شهر را فرش کنید و دخترکان بغدادی با دسته های گل در این مسیر ایستاده باشند. بیرون دروازه غربی هم خیمه‌ای برای استراحت برپای دارید که خود من در آنجا خواهم بود. خود شما هم به همراه وزرا تا یک منزلی بیرون دروازه بروید و در آنجا از حضرت سلطان استقبال کنید. ضمناً فردا را در شهر بغداد به خاطر ضایعه کشته شدن فرستادگان امیر ترکمان عزای عمومی اعلام می کنم. یادتان باشد وقتی به استقبال رفتید از ماجرای کشته شدن فتان و داییش با حضرت سلطان حرفی نزنید. وقتی خستگی از وجود شریفشان دور شد من خود می دانم چگونه موضوع را با ایشان در میان بگذارم. حال شما به اتفاق داروغه به سراغ سردسته اوباش شهر بروید و از جانب من به ایشان بگویید این مرتبه ملکه به خاطر ورود حضرت سلطان همه را می بخشد. اما اگر بار دیگر فریب ایرانی های دشمن دیرین ما را بخورید، همه شما را در جهنمی از آتش می سوزانم. در این موقع وزیر تعظیمی کرد و گفت فرمودید ایرانی های دشمن دیرین ما؟ که ملکه پاسخ داد بله، جاسوسان مستقر در بارگاه امیر ترکمان خبر معاهده بین سلطان با امیر ترکمان را به پادشاه ایران رسانیدند و این توطئه ها را هم ایرانی ها چیدند که بین سلطان بین النهرین و امیر ترکمان به جای دوستی کدورت بیفتد. من از همه چیز با خبرم. مطلب این است که آن مار سمی را به اتاق فتان بخت برگشته ایرانی ها انداختند. من ایشان را شناسایی کردم. آنها سه نفرند. اما خیالت راحت باشد که در مقامات بالا نیستند. چون وزیر اعظم باهوش اما ترسو و دست نشانده ملکه از بارگاه بیرون رفت، آن زن حیله‌گر با خود گفت و اما کار اصلی من از حالا شروع می شود. من هنوز حرفهای آن پیر غیب‌گو را فراموش نکردم که گفت شما بیشتر از دو ماه ملکه دربار نخواهید بود. آن دو ماه هفته دیگر به پایان می رسد. این دخترک فتان گوشه‌ای پنهان شده که داییش بیاید. حال که داییش به درک واصل شده دیگر پشت و پناهی ندارد. باید از اسود و الماس و کافور کمک بگیرم. خلاصه ملکه آن سه غلام نابکار را احضار کرد و به ایشان گفت با تمام نادانی و ابلهی که مرتکب شدید اما من با شما بد نکردم. از حالا به بعد باید دست به کار شوید
اگر دوست فتان را مرده از زیر خاک درآورده بود، جواهراتش را می رو بود و جنازه اش را گوشه‌ای می انداخت. پس او هنوز زنده است. آن صندوق به آن بزرگی چیزی نبود که بتواند از دید دیگران پنهان بماند. وظیفه شما این است که به دروازه غربی بغداد بروید و از دروازه‌بانان بپرسید آن روز صبح وقتی دروازه را گشودند مردی را دیدند که به همراه زنی وارد شهر شود یا صندوقی را بر دوش داشته باشد. اگر چیزی دستگیرتان شد که چه بهتر، و الا باید تمام آبادی‌های سر راه غربی بغداد را بگردید و خانه‌ها را زیر و رو کنید تا فتان را بیابید. چون قصه به دینجا رسید، با سلطان جزایر هندوچین را خواب در رو بود و شهرزاد قصه گوی ایرانی الاصل جان سالم به در برد و به سوی خوابگاه خیش رفت. پایان شب 79.